PHF Pharmaceutical Knowledge در ادامه مباحث اندوکرینولوژی میخوایم راجع به هایپوتایرویدیسم صحبت کنیم. در ویدیوهای قبلی به بست راجع به مبحث هایپرتایرویدیسم صحبت کردیم و در این ویدیو میخوایم راجع به اپیدمیولوژی، اتیولوژی، ساین و سیمتوم، دیاگنوستیس و منیجمنت آف هیپوتیرویدیسم یا هایپوتایرویدیسم صحبت کنیم. لطفا ویدیوهای ما رو لایک کنین، شیر کنین، کامنت بذارین برامون. مفهوم هایپوتایرویدیسم یعنی چی؟ یعنی این که ما در بدنمون به مقدار کمی تایروید هورمون داریم. تایروید هورمون ها چی بودن؟ T3 and T4. پس قده تیروید داره به دلایل خاصی، حالا دلایل اولیه و یا دلایل ثانویه، داره T3 و T4 کمی ترشح میکنه. بنابراین ما دوچار هایپوتایرویدیسم میشیم. انواع مختلف دلایل هیپوتیرویدیسم عبارتند از هاشیموتوز، thyroiditis, iodine deficiency, treatment for hyperthyroidism, medications, sick euthyroiditis, subacute thyroiditis and secondary causes که به بست راجع به اینها حتما دونه دونه و تریتمنت هاشون و تفاوت هاشون صحبت میکنیم، چون باید دقیقا اینها رو از همدیگه بتونیم تفکیک بدیم. هایپوتایرویدیسم اپیدمیولوژی داره میگه که 6 برابر خانم ها بیشتر از آقایون مبتلا میشن و در کشورهای در حال توسعه معمولا علت کمکاری تیروید آیودین دفیشنسی هست، یعنی کمبود یود، یعنی یود نمیرسه به بدن، بنابراین تولید هورمون تیروید، هورمون های تیرویدی کم میشه. ولی در کشورهای توسعه یافته هاشیموتوز تایرویدایتیس هست که راجبش به بست صحبت میکنیم، چون یک بیماری خیلی خیلی مهمه و یک بیماری اوتوایمیونه. نکته دیگه که باید توجه کنیم، چون خانم ها 6 برابر مبتلا میشن و احتمال بارداری در خانم ها خوب هستش، بچه هایی که از مادرانی متولد میشن که کمکاری تیروید دارن دچار منتال ریتاردیشن هستند و همچنین از لحاظ رشد جسمانی هم هیچ وقت رشد جسم و فیزیک بچه جنین با سن جنین متناسب نیست. فیشال اکسپرشن اگر نگاه کنیم، مشخصاتی که در صورت میاد 4 تا شکل کشیده. یکی حالت سلامت، سمت راست بالای بالا، اوکی، حالت سلامت این چهره است. وقتی که تبدیل میشه به هایپرتایرویدیسم، چند تا مثال زدیم و خیلی هم تاکید کردیم روش، بالجینگ آی بال و یک مقدار قده تیروید، البته خیلی اینجا مشخص نیست و برآمده باید قاعدتا بشه، ولی بالجینگ آی بال کاملا اینجا شما میبینید. هایپرتایرویدیسم پایینی یه مقدار هم در واقع بزرگتر کشیده شده، ولی تصویر سمت راست پایین نگاه کنین، اون هیپوتیرویدیسم و کمکاری تیرویده. ببینین چند تا اتفاق افتاده. 1. زیر چشم پف کرده، خیلی مهمه، پف زیر چشم، ورم صورت، کلن چاقی که ناشی از هم چاقیه، خب، و هم به علت اینکه چاقی که ناشی از چاقیه، یعنی چی؟ یعنی اینکه به خاطر کم شدن سوخت و سازه در واقع، چون نمی‌سوزونن دیگه، کمکاری تیروید دارن و هورمون‌های تیرویدی مسئول تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدنن. پس قاعدتاً حتی اگه اشتها هم کم شده باشه که این اتفاق میفته، اشتها کم میشه ولی فرد وزنش بالا میره و افزایش وزن پیدا میکنه. 1. پس قضیه افزایش وزن مربوط به اینه. 2. ادم و ورم هستش. ورم صورت رو میبینین، ورم زیر چشم رو میبینین، کم شدن ابروها رو میبینین، خیلی مهمه، مخصوصا در نواحی انتهایی ابرو، دم ابرو، و بعد موها بسیار شکننده و نازک و خرد شونده و ریزش مو پیدا میکنن. پس این حالت هایی هست که شما در هیپوتیرویدیسم در صورت فرد میبینین. پریزنتیشن کلی در تمام بیماری هایی که مشمول لغت هایپوتایرویدیسم میشن چیا هستش؟ dry skin, constipation, fatigue, coarse hair, hair loss, weight gain, amenorrhea, fluid retention. حالا ببین دسته‌بندی کنیم دقیقا بفهمیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. ببینین در سر راجع به مو میتونیم بگیم ریزش مو دارن، موی خیلی خشک و شکننده و وزوزی پیدا میکنن، dry skin، پوست و مو ناخون رو معمولا با هم میگفتیم دیگه، dry skin، و پری اوربیتال پافینس یعنی ورم زیر چشم دارن، پری اوربیتال دارن. سایکیاتری میشه فتیگ و دپرشن، خستن و افسردن. به صورت سیستماتیک ویت گین دارن، راجع به متابولیکشون، متابولیسمشون صحبت کردیم، گفتیم کم میشه، سوخت و سازشون میاد پایین، انتولرنس تو کولد،
نمیتونن سرما رو تحمل کنن، هایپوثرمیا، کلن دمای بدنشون میاد پایین، و ماسل کرامپس. ماسل کرامپسشون میتونه ربط داشته باشه به مقوله نورولوژیک، همچنین به علت اینکه دیلید رفلکس ریلکسیشن هم داره، یعنی کلن ماسلشون دیر ریلکس میشه، گیر میکنه انگار. خب کاردیاک، برادیکاردیا دارن، بنابراین همیشه پیل هستن و رنگ پریده هستن. از عوارض دیگه کانستیپیشن، منسترال ابنورمالیتیز و گالاکتور منسترال ابنورمالیتیزشون معمولا به صورت آمنور است. همراه آمنور ما همیشه چی داریم؟ گالاکتوریا. این دوتا را میتونیم با هم حفظ کنیم. مقوله خیلی مهم، فلوید ریتنشن و آب آوردن ریه و پا و کلن ادیما ورم کردن و آسیت دارن. یه مقدار بیشتر توضیح بدیم راجع به ساین و سیمتوم هایپوتایرویدیزم. از عوارض سایکیاتری گفتیم که فتیگ دارن و دپرشن. لطفاً حتماً پور مموری و پور کانسنتریشن رو بدونین و بهش اضافه کنین. پور هیرینگ دارن، هورسنس، صداشون شبیه صداهایی که میگیم خروسک گرفته شده، برای اینکه در تارهای صوتی و حنجره دچار مشکل میشن. گفتیم که برادیکاردیا دارن، همچنین پریکاردیال افیوژن دارن، این دوره قلبشون هم آب میاره، این خیلی مهمه. سلو پالس ریت، برادیکاردیا. بعد راجب دیلید رفلکس ریلکسیشن که صحبت کردیم، همچنین ماسل کرامپ، این دوتا با هم میاد. در نواحی انتهایی دچار کولدنس هستن، کلن نسبت به سرما خیلی حساس میشن و دمای بدنشون هم پایین میاد. از لحاظ جنرال گفتیم فتیگ دارن، فیلینگ کولد، ویت گین دارن در حالی که پور اپیتایت دارن، اشتهاشون پایینه ولی افزایش وزن میگیرن، هیر لاست دارن و همچنین گفتیم که کورس هیر دارن، موهای وزوزی و آشو، یعنی میپره هوا موش. بعد در ریه دچار آب آوردگی میشن و پلورال افیوژن دارن، پس شورتنس آف برث دارن، خیلی سخت نفس میکشن، تقریبا قلب و ریهشون انگار با هم دچار مشکل میشه دیگه، جفتشون آب میارن و هم قلب ضعیف میشه هم ریه ضعیف میشه. سکین گفتیم خشکی پوست دارن، از اون طرف آسیت و آب آوردن توی شکم دارن، همچنین کانستیپیشن دارن، اینا رو میتونیم با هم حفظ کنیم. و در ریپروداکتیو سیستمشون ببینید، اگر حالت خیلی شدید باشه منوراژیا دارن، اگر کم باشه معمولا آمنوره دارن و گالاکتوره. کلن معقوله تیروید سیستم منس خانوم ها رو به هم میریزه و هر سه حالت هم دیده میشه، یا به هم ریختگی، یا کم شدن خونریزی، یا زیاد شدن خونریزی، ولی در هیپوتیروئیدیسم بیشتر آمنوره دیده میشه، ولی در هیپوتیروئیدیسم خیلی خیلی شدید منوراژیای خیلی وحشتناک دیده میشه. ولی ببینید همه حالت ها متصور هستش، ولی توی کمکاری تیروئید وقتی خیلی خیلی شدید باشه ما منوراژیا داریم، ولی خیلی اگر شدید نباشه آمنوره داریم همراه با گالاکتوره. و یادتونه که در هایپرتایرویدیزم هم ما هم منس به هم میریخ، همین که کم میشد. Subscribe on our YouTube channel and ring the bell. خب بیاین دونه دونه راجع به بیماری هایی که باعث کمکاری تیروید یا هیپوتیروئیدیسم یا هایپوتایرویدیسم میشن صحبت کنیم. اولیش هاشیماتوز تایرویدایتیس یا هاشیماتوز دیزیز یا کرونیک لیمفوسیتیک تایرویدایتیسه. پس سه تا اسم داره بیماری هاشیماتو. خب سه تا اسمش رو یاد میگیریم و بعد بدونیم که این بیماری هم یک بیماری اوتوایمیونه. یه بیماری اوتوایمیونه دیگه هم خونده بودیم، اسمش چی بود؟ گریوز دیزیز. در گریوز دیزیز آنتیبادی هایی که ترشح میشد علیه TSH رسپتور و یا خود TSH آنتیبادی، پس یادتون باشه در گریوز دیزیز هم ما TSH رسپتور آنتیبادی داریم، هم TSH آنتیبادی داریم، گاهن خود آنتی تی پی او هم داریم، خب ولی اون دوتا بیشترن و بیشتر اندازه گیری میشن. خب آنتیبادی هایی که در گریوز دیزیز ترشح میشه که TSH رسپتور آنتیبادی و TSH آنتیبادی بودن، اینها باعث میشد که قده تیروید پرکار بشه. اما در بیماری هاشیماتوز که ما آنتی تی پی او داریم، یعنی آنتیبادی علیه تایروید پروکسیدیز داریم، داریم آنزیم تیروید پروکسیداز رو از بین میبریم، پس دیگه این آنزیم نمیتونه یود رو سوار تایروگلوبولین کنه،
حتی آنتیبادی داریم که علیه خود تایروگلوبولین داره ترشح میشه. پس خیلی خیلی منطقیه که تی3 و تی4 کم بشه. پس ببینین منطق دوتا بیماری رو اگر متوجه بشین، گریوز دیزیز و هاشیماتوز، رو کاملا میتونین حد بزنین که در گریوز دیزیز به علت اینکه داره علیه TSH رسپتور و خود TSH آنتیبادی ترشح میشه، احتمال فعال شدن رسپتور زیاده، پس پرکار میشه. اما در هاشیماتوز دیزیز به علت اینکه آنتیبادی علیه تایروگلوبولین و همچنین علیه تایروید پروکسیدیز داره ترشح میشه، این دوتا رو از بین میبره، پس تایروگلوبولین و یود نمیتونن قاطی بشن، سوار بشن، اوکی؟ پس تولید تی3 و تی4 کم میشه. خب خیلی راحت فهمیدیم که هاشیماتوز تایرویدایتیز یا هاشیماتوز دیزیز باعث کمکاری تیروید میشه. در واقع اولش هاشیماتوز اینفلمیشن باعث برجستگی و اینفلمیشن قده تیروید میشه، ولی بعد در طول زمان باعث دیستراکشن تایروید گلند میشه. خب بیاین دونه دونه راجع به بیماری هایی که باعث کمکاری تیروید یا هیپوتیروئیدیسم یا هایپوتایرویدیسم میشن صحبت کنیم. اولیش هاشیماتوز تایرویدایتیس یا هاشیماتوز دیزیز یا کرونیک لیمفوسیتیک تایرویدایتیس. پس سه تا اسم داره بیماری هاشیماتو. خب سه تا اسمش رو یاد میگیریم و بعد بدونیم که این بیماری هم یک بیماری اوتوایمیونه. یه بیماری اوتوایمیون دیگه هم خونده بودیم، اسمش چی بود؟ گریوز دیزیز. در گریوز دیزیز آنتیبادی هایی که ترشح میشد علیه TSH رسپتور و یا خود TSH آنتیبادی، پس یادتون باشه در گریوز دیزیز هم ما TSH رسپتور آنتیبادی داریم، هم TSH آنتیبادی داریم، گاهن خود آنتی تی پیو هم داریم، خب ولی اون دوتا بیشتر و بیشتر اندازه گیری میشن. خب آنتیبادی هایی که در گریوز دیزیز ترشح میشه که TSH رسپتور آنتیبادی و TSH آنتیبادی بودن، اینها باعث میشد که قده تیروید پرکار بشه. اما در بیماری هاشیماتوز که ما آنتی تی پیو داریم، یعنی آنتیبادی علیه تایروید پروکسیدیز داریم، داریم آنزیم تیروید پروکسیداز رو از بین میبریم، پس دیگه این آنزیم نمیتونه یود رو سوار تایروگلوبولین کنه. حتی آنتیبادی داریم که علیه خود تایروگلوبولین داره ترشح میشه. پس خیلی خیلی منطقیه که تی3 و تی4 کم بشه. پس ببینین منطق دوتا بیماری رو اگر متوجه بشین، گریوز دیزیز و هاشیماتوز، رو کاملا میتونین حد بزنین که در گریوز دیزیز به علت اینکه داره علیه TSH رسپتور و خود TSH آنتیبادی ترشح میشه، احتمال فعال شدن رسپتور زیاده، پس پرکار میشه. اما در هاشیماتوز دیزیز به علت اینکه آنتیبادی علیه تایروگلوبولین و همچنین علیه تایروید پروکسیدیز داره ترشح میشه، این دوتا رو از بین میبره، پس تایروگلوبولین و یود نمیتونن قاطی بشن، سوار بشن، اوکی؟ پس تولید تی3 و تی4 کم میشه. خب خیلی راحت فهمیدیم که هاشیماتوز تایرویدایتیز یا هاشیماتوز دیزیز باعث کمکاری تیروید میشه. در واقع اولش هاشیماتوز اینفلمیشن باعث برجستگی و اینفلمیشن قده تیروید میشه، ولی بعد در طول زمان باعث دیستراکشن تایروید گلند میشه. پس in early stages gland can be enlarged and nodular. با اینکه میدونیم inflammation داره تبدیل به گواتر میشه و حالت رابری داره. پس از مدتی disease progression involves reduction in size of thyroid gland and fibrosis. با اینکه بافت تیروید بعد از اون همه التهاب داره از بین میره و lymphocyte infiltration داره. بنابراین اسم دیگه هاشیموتوز دیزیز که به اسم chronic lymphocytic thyroiditis معروفه از اینجا میاد. در پاتوفیزش باید بدونیم هم تی سل دخیله هم بی سل دخیله. بی سل رو که میدونین دخیله، برای اینکه میدونین آنتیبادی ترشح میکنه و آنتیبادی ها همیشه بی سل ها ترشح میکنن. چه آنتیبادی در هاشیماتو بالا میره و میتونیم تست بگیریم؟ آنتی تی پی او و آنتی تایروگلوبولین. این دوتا مهمن خیلی. ولی باید بدونیم که تی سل ها هم دخیل هستن. در دیابت نوع 1 تی سل ها خیلی فعال ترن. اینو یادمون باشه، حالا در قسمت دیابت میخونیم که در واقع از نوع هایپرسنسیتیویتی و تی سل ها دستور حمله میدن به بتا سل های پانکریاس. خب هاشیماتوز تایرویدایتیس کرونیک اوتوایمیون تایرویدایتیس، پس التهاب کرونیک
پرایمری هایپوتایرویدیزم میده، فعلا پرایمری میده، و دو تو سلولار اند هومرال، سلولار که میشه تی سل و هومرال میشه در واقع بی سل ها، در نهایت هم منجر به دیستراکشن اف تایروید تیشو میشه. پس از حالت پرایمری میتونه کاملا به حالت دیستراکتیو و تخریبی بره. موست کامن کاز هایپوتایرویدیزم هست و در خانم ها 7 برابر نسبت 7-1 زن ها جلوتر هستن. 10% جنرال پاپولیشن دارن و ریسکش با افزایش سن بالا میره. ریسک فاکتور های هاشیموتوز تایرویدایتیس، جنتیک کاندیشن، سندروم داون، ترنر، HLA-DR3 و گریوز دیزیز. گریوز دیزیز هم اوتوایمیونه. خیلی وقتا میبینیم که هاشیموتو تبدیل میشه به گریوز دیزیز در هر صورت، یا میتونن به هم دیگه تبدیل بشن. استرس قطعا فامیلی هیستوری میدونیم، کلا در بیماری های اوتوایمیون همچین اتفاقی میفته. جندر که خانم ها اصولا بیشتر در بیماری های تیروئیدی همچنین هاشیموتو مستعدترن. های آیودین کانسامپشن، در حالی که اصولا در هیپوتیروئیدیسم یکی از انواعش این بود که لو آیودین کانسامپشن، ولی در هاشیموتو ممکنه های آیودین کانسامپشن باعث التهاب اینفلمیشن و در نهایت منجر به پاتوفیز بیماری هاشیموتو بشه. سیگرت سموکینگ اینفکشن درشون شکه، ولی در هر صورت دیده شده. ساین هایی که در بیماری هاشیموتوز میبینیم، یک گواتر بزرگ میشه. الان من از یک میپرم به 6. دیفیوز تایروید اینفلمیشن، در واقع اون گواتره به خاطر دیفیوز تایروید اینفلمیشنه. حالت رابری پیدا میکنه قده تیروید، یو تایروید اول، و بعد پروگرس میکنه به سمت هایپوتایرویدیزه. ممکنه به سمت فیبروتیک در بیاد وقتی که داره در مرحله دیستراکتیف هست، ولی اصولا فیبروس شدنش یک حالت ریر کاندیشنه. ولی در هر صورت بیماری هاشیموتوز تایرویدایتیس حتی اگر تبدیل به گواتر بشه پین لسه. این خیلی مهمه، پین لس. برای دایاگنوز چه آزمایش هایی میدیم؟ سریعا TSH و T4 میدیم. چرا T3 رو نمیدیم؟ البته T3 هم میدیم ها، ولی اصولا فری T4 میدم من. که فرمی که تبدیل میشه به T3 در واقع T4 هستش، فری T4. و اگر شما بدونیم وضعیت فری T4 به چه صورته، عملا میتونید T3 هم حدس بزنیم. ولی ما کلا تو آزمایش ها میدیم TSH, T4, T3. آنتی TPO رو میتونیم بدیم، آنتی تایروگلوبولین هم میتونیم بدیم. اگه آنتی TPO بدیم الیویتد باشه، قطعا هاشیموتوز داره. آنتی بادی تایروگلوبولین هم میتونیم بدیم. برای تریتمنتش لووتریکسین استفاده میکنیم. اصولا برای تریتمنت هایپوتایرویدیزم به غیر از یک مورد هایپوتایرویدیزم که در جلوتر اشاره میکنیم که اصلا در واقع هورمون تراپی رو شروع نمیکنیم، معمولا لووتریکسین میدیم برای همه هایپوتایرویدیزم ها. خب دو نوع بعدی هایپوتایرویدیزم، یکیشون آیودین دفیشنسیه که گفتیم در کشورهایی که در حال توسعه هستن اکثرا این اتفاق میفته، و به خاطر آیودین دفیشنسی خیلی ها دچار هایپوتایرویدیزم میشن. پس آیودین میدونیم که اسنشیال فور تایروید هورمونه، پس باید به نمک غذا معمولا اضافه میشه و این چیزیه که میدونیم دیگه. پس اینجا هورمون تراپی نمیخواد. آیودین دفیشنسی رو با آیودین، با اضافه کردن آیودین به غذا ما حل میکنیم. در خیلی از موارد تریتمنت هایی که برای هایپرتایرویدیزم گذاشته میشه باعث میشه که قده تیروید از بین بره، مخصوصا در یود رادیو اکتیو و یا تایرویدکتومی، تایروید سرجری، رادیو اکتیو آیودین، پروپیرتیوروسیل و کاربی مازول و متیمازول. همه اینها مخصوصا دو مورد آخر که اون دوتا رادیواکتیو آیودین و تایروید سرجری و تایرویدکتومی به صورت پارشیال یا به صورت توتال، کلن اینا هورمون ریپلیسمنت تراپی باید بشن، یعنی دیگه میریم روی درمان لووتیروکسین. ولی اگر که با کاربیمازول، متیمازول، پروپیلتیوراسیل شخص دوچار کمبود هورمون تیروید شد، میتونیم با لووتیروکسین تیتر کنیم و با آزمایش ها اوکیش کنیم. ولی در هر صورت در آیودین دفیشنسی و یا هایپوتیروئیدیزمی که ناشی از تریتمنت هایپرتایروئیدیزم، ما دیگه گواتر نداریم. خیلی مهمه، در هاشیموتوز گواتر داشتیم ولی در این دو مورد گویتر نداریم. خب تا الان 3 از علل های هایپوتایروئیدیزم رو بررسی کردیم: هاشیموتوز تایرویدایتیس، آیودین دفیشنسی، تریتمنت فور هایپرتایروئیدیزم. یکی دیگه از عللش میتونه مدیکیشن هایی باشه مثل لیتیوم و آمیودارون. اینها قطعا سوال امتحانن، لیتیوم و آمیودارون،
قطعا سوال امتحانن و اینها باعث هایپوتایرویدیزم میشن. حالا ببینیم چجوری. آمیودارون میتونه هر دو حالت رو ایجاد کنه، هم هایپوتایرویدیزم هم تایروتوکسیکوسیس. اول راجع به تایروتوکسیکوسیسش صحبت میکنیم، من که خیلی آسان‌تر و قابل فهمتره. من که آمیودارون یک مولکولی که پر از آیودینه، های کانتنت آف آیودین داره، پس این آیودین ها توسط غده تیروید برداشت میشه، بنابراین شخصی که آمیودارون داره مصرف میکنه دچار تایروتوکسیکوسیس میشه. حالا چجوری هیپوتیروئیدیسم میده؟ آمیودارون خودش اثر its direct toxic effect on the thyroid، کلن خودش اثر toxic effect داره روی تایروید، مثل خیلی از داروهای دیگه ای که مثلا استامینوفن در یک دوز خاص هپاتوتوکسیکه، آمیودارون هم تایروتوکسیکه. پس مشکلی نداره که اینو، فقط ما باید بدونیم که آمیودارون میتونه اثر مستقیم توکسیسیته بذاره روی غده تیروید. و نکته مهمش اینه که هیپوتایرویدیزمی که آمیودارون میده همراه نیست با گویتر، نو گویتره، ولی لیتیوم گویتر میده، ولی آمیودارون گویتر نمیده. مکانیسم عمل لیتیوم چجوریه؟ در اکثر افرادی که به عنوان مود استابیلایزر دارن در بحث سایکیاتری لیتیوم میگیرن، بله، دارن لیتیوم میگیرن، اینها دچار گویتر میشن. به چه علتی؟ برای اینکه لیتیوم اثر داره روی inhibition of thyroid hormone secretion، اجازه نمیده T3 و T4 که ساخته شده در غده تیروید ریلیس بشه و سیکریت بشه به داخل جریان خون. 40-50% افرادی که روی لیتیوم هستن هایپوتایرویدیزم این مدلی میگیرن، یعنی T3 و T4 ساخته میشه، همه چی اوکیه، ولی ریلیس نمیشه. وقتی ریلیس نمیشه چه اتفاقی میفته؟ بعدن فکر میکنه که خب T3 و T4 نداریم، چیکار میکنه؟ TSH رو میبره بالا، TRH رو میبره بالا، همه چی به هم میریزه، در حالی که ما T3 و T4 داریم، فقط ریلیس نمیشه، این جلوی ریلیسشون رو داره میگیره. Subscribe on our YouTube channel and ring the bell. Euthyroid syndrome، این یک نوع هایپوتایرویدیزمه که underlying cause داره، در واقع مسئله اینجا غده تیروید نیست، مسئله اینه که بیمار یه مدتیه که خیلی شدید مریضه. sick ill patient مشکلات دیگه ای داره. یک اتفاقی میفته، این که reduced peripheral conversion of T4 to T3 داریم، پس تبدیل free T4 به T3 در peripheral داره کم میشه. پس چه اتفاقی میفته؟ T3 میاد پایین، T4 تبدیل نمیشه به T3، پس T4 میره بالا. پس ما اول از همه low T3 داریم، ولی به علت اینکه high T4 داریم، خب غده تیروید متوجه نمیشه که میگه خب T4 بالاست دیگه، پس TSH رو کم میکنه، نگاه میکنه به T4، پس TSH رو کم میکنه، فکر میکنه ما هایپر شدیم، هایپر تایرویدیزم داریم، T4 رفته بالا، پس لو TSH میکنه. بعد از اینکه TSH رو آورد پایین، حالا به این علت T4 هم میاد پایین. پس اول لو T3 داریم به خاطر اینکه T4 به T3 تبدیل نمیشه، T4 رفته بالا، پس فیدبک منفی میذاره روی TSH، لو TSH داریم. وقتی TSH اومد پایین، حالا T4 هم میاد پایین و در حالت ریکاوری دوباره برمیگرده به های TSH و های T4 بعد از اینکه ریکاور شد. حالا این ریکاوری، من رو 3-4 تا اسلاید قبلی داشتم راجع به این بیماری صحبت میکردم، ما اینجا هورمون ریپلیسمنت تراپی اصلا انجام نمیدیم، اصلا کاری نداریم T3 کم شده، T4 کم شده، آیبودوئین لِوتیروکسین بدیم، اصلا این کار نمی کنیم. این یک underlying cause داره، اون بیماری باید درمان بشه. اگر اون درمان نشه، شما اگه هورمون بدین همه چیو به هم میریزین. اوکی، پس با هم یه دور دیگه میخونیم اتیولوژیشو. reduced peripheral conversion of T4 to T3، اینو متوجه شدیم. disruption of peripheral transport and metabolism of thyroid hormones، اوکی اینو هم میفهمیم. Dysregulation of TSH secretion، به خاطر اینکه فکر میکنه T4 بالاست، پس دیسرگوله میشه TSH، هم TSH خودشو کم میکنه و در نهایت وقتی TSH کم میشه suppression of thyroid function، پس در نهایت ما دچار هایپوتایرویدیزم میشه. تریتمنتش چیه؟ treat underlying condition،
اصلا هورمون تراپی نکنین، برای اینکه اینجا مسئله غده تیروئید نیست، مسئله یک بیماری دیگه ایه. بیماری بعدی The Quervain's Thyroiditis aka Subacute Thyroiditis. The Quervain's یعنی Subacute، فکر کنم فرنج The Quervain's Thyroiditis. خب Subacute Thyroiditis is a thyroiditis که منجر میشه به Hyperthyroidism، بعد تبدیل میشه به Hypothyroidism. یعنی چه جوری؟ یعنی یک التهابی در بدن رخ میده، یک استرسی مثل اینفکشن، مثل ویروس، مثل باکتری حمله میکنه به غده تیروید، باعث میشه که غده تیروید بسیار inflamed و painful بشه. این خیلی مهمه، چون هاشیموتوز painless بود ولی این painfule. پس به خاطر اون استرسی که وارد شده، حالا viral infection، bacterial infection یا هر چیزی، painful hyperthyroidism به وجود میاد و بعد از یک مدتی فروکش میکنه و تبدیل میشه به hypothyroidism و بعد recover میشه. پس preceded by viral infection, for example upper respiratory tract infection، treatmentش هم چیه؟ هورمون تراپی نیست، pain control، فقط برای اینکه بسیار دردناکه انسد میدیم و hyperthyroid symptom relief. این خیلی مهمه که کمک میکنیم بیمار در اون دوره‌ای که hyperthyroid هست، اگه تریمور داره، تپش قلب داره، intolerance، heat intolerance داره، بهش کمک میکنیم و پروپرانولول میدیم تا از اون حالت خارج بشه و بعد از این که از hyperthyroidism خارج شد میره به سمت hypothyroidism و بعد خودش نرمال میشه خود به خودی. در هیچ کدوم از این مراحل ما هورمون تراپی نمی کنیم، فقط منیجمنت انجام میدیم و پینی که داره معمولا در معاینه هم مشخص میشه، میگن که سرت درد میکنه، گردنت، فک، کجاها درد، کجاها داره میره و پینفول هستش. عوامل هیپوتایرویدیزم دو دسته هستن، یه سریشونه که تا الان خوندیم که دسته ای که پرایمری هایپوتایرویدیزم، یعنی مربوط میشن به خود غده تیروید. دیدیم که الان هرچی مشکل بود مال خود غده تیروید بود که در هر صورت T3 و T4 کمتری ترشح میکرد به هر علتی، هاشیموتوز بود، یود دفیشنسی بود، آمیودارون بود و همه اینهایی که خوندیم ساب اکیوت تیروئیدایتیس بود، همه اینها برمیگرده به خود غده تیروئید. پس این میشه پرایمری هایپوتایرویدیزم، که در پرایمری هایپوتایرویدیزم T3 و T4 کم میشه، فیدبک منفی نداریم، TSH بالا میره، TRH بالا میره. ولی اگر عامل دیگه باشه که سکندری هایپوتایرویدیزم باشه، مثل ببینید تو هایپرتایرویدیزم هم همینطوری بودا، اونهایی که برمیگشت به خود غده تیروئید میگفتیم پرایمری هایپر یا هایپوتایرویدیزم، اونایی که برمیگرده به یک استپ بالاتر که برمیگرده به پیتوتری گلند میشد سکندری هایپوتایرویدیزم. اینجا الان صحبت کمکاری، پس میشه سکندری هایپوتایرویدیزم که برمیگرده به غده‌ای که مثلا توی پیتوتری گلند و باعث میشه که TSH کم بشه. TSH که کم میشه پس قاعدتا T3 و T4 هم کم میشه. پس در سکندری هایپوتایرویدیزم که میتونیم بهش بگیم سنترال کازس، چون توی بخش CNS و در بخش سنترال مغز ما داره اتفاق میفته، اینها TSH کم میشه. ولی در پرایمری هایپوتایرویدیزم TSH به شدت بالا میره. سنترال کازس که گفتیم مربوط میشه به غده پیتوتری، آنتریور پیتوتری گلند، که بهش میگیم هیپوپیتوتریزم. هیپوپیتوتریزم چرا؟ برای اینکه هیپو شده دیگه TSH، نه تنها TSH بلکه کلیه هورمون هایی که از آنتریور پیتوتری گلند داره ترشح میشه، این TSH، ACTH، FSH، LH، GH، PRL، همه اینها پایین میان به علت تومورز، اینفکشن، واسکولار، مشکل واسکولار برشون به وجود میاد و یا رادییشنی که در ناحیه سرگردن ممکنه مریض گرفته باشه. شیهان سیندروم جز سیندروم هایی که مشکل واسکولار ایجاد میکنه برای پیتوتری گلند و در واقع is a condition that affects women who lose a life-threatening amount of blood in childbirth. یعنی وقتی دارن زایمان میکنن به مقدار زیادی life-threatening amount of blood از دست میدن، بنابراین blood pressureشون خیلی افت میکنه که باعث میشه lack of oxygen that causes damage to pituitary gland و به این میگن شیهان سیندروم. در واقع مشکل واسکولار ایجاد میشه چون خون رسانی
به پیتوتری گلند کم میشه و شیهان سیندروم به وجود میاد. پس سکندری هایپوتایرویدیزم دیگه مسئله قده تیروید نیست، مسئله بالاتره یا پایینتره. حالا چه جوری من میگم بالاتره و پایینتره؟ بالاتر این چی؟ insufficient secretion of TRH or TSH. پس مسئله سنتراله، این سکندریه. TSH رو که خوندیم مال پیتوتری گلنده، TRH میشه مال هایپوتالامیک، در واقع هایپوتالامیک دیسوردر و یا هیپوپیتوتریزم. Thyroid Hormone Resistance Syndrome، این هم یکی از بیماری هاییه که مشکل اینجا قده تیروید نیست، این هم میگیریم secondary hypothyroidism، ولی بحث اینه که بافت ها رزیستنس دارن به T3 و T4 که قده تیروید داره از خودش ترشح میکنه. پس باز مشکل قده تیروید نیست، بلکه بافت ها Hormone Resistance Syndrome دارن. The Syndrome of Impaired Sensitivity to Thyroid Hormone also known as Syndrome of Thyroid Hormone Resistance. اگر بخوایم توی یه دونه جدول خلاصه کنیم هیپوتایرویدیزم رو، نگاه کنید، اگر T4 پایین باشه، TSH بالا باشه، TRH بالا باشه، گفتیم اکثرا فری T4 رو ببینیم برامون کفایت میکنه. T4 پایینه، TSH بالا، TRH بالا، این میشه پرایمری هایپوتایرویدیزم. T4 پایینه، TSH پایینه، TRH بالاست، این مشکل چیه؟ TSH هم پایینه ولی TRH بالاست، پس میشه پیتوتری هیپوتایرویدیزم. پس هیپوپیتوتریزم هستش. اوکی، مشکل anterior pituitary gland به اون عللی که گفتیم، هیپوپیتوتریزم. و حالا نگاه کنید، اگر T4 پایینه، TSH پایینه، TRH هم پایینه، پس کلن هیپوتالاموس مشکل داره، از TRH خانه از پای بست ویران است. هیپوتالامیک هیپوتایرویدیزم، هایپوتالامیک هایپوتایرویدیزم داریم. یه جاهای ما دوچار ساب کلینیکال هایپوتایرویدیزم هستیم. ببینیم یعنی چی. از بالا کلینیکال ساین آف هایپوتایرویدیزم، یه مریض مراجعه کرده، سن و ایناشو نوشته دست راست، علائمشو نوشته، بعد TSH و فری T4ش هم نوشته و رفرنسش هم کنارش نوشته. شما میتونید مطالعه کنین، حالا ببینیم که جزء کدوم دست است. خب از بالا کلینیکال ساین آف هایپوتایرویدیزم، اگر که TSH پایین باشه، گفتیم وقتی TSH خودش پایینه indicates secondary or central causes. پس TSH پایینه، فری T4 پایینه، پس ما کلن secondary هایپوتایرویدیزم داریم. اگر که TSH های باشه indicates primary hypothyroidism، یعنی مشکل خود قده تیروئیده و free T4 پایینه، پس ما primary hypothyroidism داریم. و یا میتونه free T4 نرمال باشه، یعنی TSH بره بالا ولی free T4 نرمال باشه. این چیو داره نشون میده؟ داره نشون میده که ما علائم ظاهری هایپوتایرویدیزم رو نداریم، فری تی 4 و تی 3 و اینا اوکی هن، ولی تی اس اچ رفته بالا. به این میگن ساب کلینیکال هایپوتایرویدیزم، شخص علائم هیپوتیرویدیسم رو نداره، برادیکاردیا نداره، درای اسکین نداره، دیلید ریلکسیشن آف رفلکس، انکل جرک رفلکس نداره، cold intolerance نداره، کلن هیچ گونه از علائم هایپوتایرویدیزم رو نداره، فقط TSHش رفته بالا. به این میگن ساب کلینیکال، یعنی هنوز علائم کلینیکیش مشخص نشده. اگر TSH نرمال باشه، اصولا ما هایپوتایرویدیزم نداریم، ولی یادتونه من اینو اینجا نوشتم که ممکنه TSH نرمال باشه و ما پرکاری تیروید پرایمری داشته باشیم، یعنی توکسیک آدنوما و توکسیک مولچینوجولار گویتر داشته باشیم. یعنی حواستون باشه در TSH های و لو شما کاملا میدونین که هیپوتیروئیدیسم دارین، اما در TSH نرمال شما ممکنه هایپرتیروئیدیزم رو ببینین و هیپوتیروئیدیزم آنلایکلیه، ولی اگر TSH نرمال باشه ممکنه توکسیک آدنوما و توکسیک مولچینوجولار گویتر باشه. برای اینکه توکسیک آدنوما و توکسیک مولچینوجولار گویتر، اگر یادتون باشه پاتوفیزش چی بود؟ این بود که خود رسپتور به صورت اتوماتیک داشت تحریک میشد و داشت T3 و T4 ترشح میکرد، فارغ از اینکه TSH بالاه یا نه. پس کاری به غلظت TSH نداشت. وقتی توکسیک آدنوما و توکسیک مولچینوجولار گویتر داشتیم، معقوله فارغ از TSH میشد. پس TSH میتونه
نرمال باشه. در این جدول تمامی کازهایی که دلایلی که مربوط به پرایمری هایپوتایرویدیزم هست رو آوردیم. A. Insufficient functioning thyroid tissue، یعنی ما مشکل تیشو داریم. حالا این مشکل تیشو میتونه به صورت congenital absence of thyroid tissue باشه، یعنی نقص جنینی و مادرزادی باشه که absence of thyroid tissue داریم، یا autoimmune destruction of thyroid tissue باشه. کجاها destruction of thyroid tissue داشتیم؟ autoimmune disease مثل هاشیماتوز تایرویدایتیس، یا سرجیکال ریموول آف تایروید تیشو که باز تیشو رو با سرجیکال برداشتیم و تایرویدکتومی کردیم، یا رادیو اکتیو آیودین دادیم بهشون. پس بنابراین باز قسمتی از غده رو تخریب کردیم. اینفیلتراتیو دیستراکشن آف تایروید تیشو که این هم قسمتیشون اوتوایمیون دیزیز بودن، و درما آمیلویدوسیس و هموکروماتوسیس که هموکروماتوسیس اون پایین توضیح داریم، یعنی تجمع بیش از حد آیرن لود در یک بافت رو ما کلا میگیم هموکروماتوسیس. ولی الان بحثمون این سه تا قضیه نیست، چون اینا خودشون پاتوفیز خاص خودشون دارن، ولی در هر صورت جزء مواردی هستن که تایروید تیشو رو خراب میکنن، باعث دیستراکشن تایروید تیشو میشن. حالا میریم سراغ قسمتی که تایروید هورمون خودش نمیتونه سنتز شه، مثلا آیودین دفیشنسی، کانجنیتال انزایماتیک دیفکت، اینها خب آیودین نمیرسه، هورمون تی3 و تی4 تشکیل نمیشه، آنزیم تیروید پروکسیداز نیست تشکیل نمیشه، یا آنزیمی نیست که تایروگلوبولین تشکیل نمیشه، درست نمیشه. پس اینا مشکلات ژنتیکی آنزیمی دارن. دراگ مدییتد اینهیبیشن اف تایروید هورمون، یکیشو که توی این اسلاید ها و ویدیو خوندیم لیتیوم بود که نمیذاش تی3 و تی4 ریلیس بشن. آمیودارون اثر توکسیک روی خود بافت قده تیروید داشت و باز نمیذاش که تی3 و تی4 ریلیس بشن. و تایامایت ها که اجازه نمیدارن تایروید پروکسیدایز کارش رو انجام بده و آیودین رو با تایروگلوبولین قاطی کنه. مرحله ترکیب تایروگلوبولین با یود رو میگفتیم بهش ارگانیفیکیشن، و این جز سوالای امتحانه یادتون باشه. خب منیجمنت هایپوتایرویدیزم به غیر از مواردی که گفتیم نیاز به هورمون تراپی، هورمون ریپلیسمنت تراپی ندارن. چیا بودن؟ یکی ساب اکیوت تایرویدایتیس بود به علت اینکه خودش خوب میشد، بیماری ویروسی بود، اول هایپر میشدن بعد هیپو میشدن، فقط قرار بود ما منیجمنت داشته باشیم. دوم اینکه اون بیماری که طرف خودش سیک بود، ایل بود، very ill, very sick patient، و بر اساس اون TSH T3 و T4ش به هم ریخته بود. ما underlying cause رو باید بررسی میکردیم و درمان میکردیم. و همچنین در iodine deficiency ما یود تجویز میکنیم، یه هورمون ریپلیسمنت تراپی نداریم. اوکی، منیجمنت اگر تشخیص داده بشه که باید هورمون ریپلیسمنت تراپی انجام بشه، چه چیزی میدیم؟ لووتیروکسین، با اینکه T4 و T4 نیمه عمر بیشتری داره و در پریفرال تبدیل میشه به T3 و T3 از لحاظ بیولوژیکلی اکتیو تره. پس لووتیروکسین میدیم و میگیم که استفاده کن و برو یه ماه دیگه آزمایش بده. TSH T3 و T4 رو اندازه میگیریم. اگر TSH بالا بود یعنی اینکه دوز دارو هنوز کمه، پس بعد دارو رو زیاد کنیم. اگر TSH پایین بود یعنی خیلی دیگه شدیدن دارو زیاد دادیم و مریض دیگه هایپر تایرویدیزم گرفته، بنابراین باید دوز رو کم کنیم و دوباره دوز رو حالا تنظیم میکنیم و دوباره میگیم که برو و یک ماه دیگه آزمایش بده. و وقتی آزمایشش جوری اومد که TSHش در رنج بود و T3 و T4ش هم در رنج بود و مریض به حالت یوتایروید در اومده بود، دیگه میگیم برو و سالیانه چکاپ بشو و هر موقع که نیاز بود دوباره ما دوز دارو رو درست میکنیم. ویدیو های ما رو لایک کنین، شیر کنین، کامنت بذارین برامون. اگر ویدیو خاصی مد نظرتونه حتما بهمون بگین، ایمیل بذارین، ما براتون درست میکنیم. اگر سوالی دارین بپرسین. اگر خودتون ویدیو دارین میتونین برای ما بفرستین، ما در کانال یوتیوبمون میذاریم اگر تحت کرایتریای ما باشه. و اینکه لطفاً ویدیوهای ما رو با دوستانتون که نیاز دارن، مخصوصاً الان که سیستم‌های آموزشی مقدار دچار مشکل شده به خاطر پاندمی که گفت کووید 19، لطفاً حتما باشون شیر کنین. اگر به نظرتون مفید بود توصیه کنین به دوستانتون تا همه بتونیم با هم خیلی چیزای بهتری یاد بگیریم. و در ویدیو بعدی راجع به تریتمنت کل مقوله تیروید صحبت میکنیم و مقوله تیروید تموم خواهد شد. ممنونم.